پرسیدن که چطور میشه یه توکن رو سرچ کرد. جناب آقای عقیلی، عرض شود که ببینید، یکی از راه های خیلی قشنگی که ما تو جلسه سوم با هم مرور کردیم، یه دید زدن به کیف پول ثروتمندا بود و به صورت خاص کسانی که رو حوزه اتر دارن کار میکنن. پیدا کردیم رو اتر اسکن وبسایتش رو با هم دیدیم، گفتیم که تاپ والتا رو به من نشون بده. اون والتایی که بیشترین مبلغ توش بود و نشون داد، بعد یه دونه مربع اون پایین بود روش زدیم، توکن ها رو به من نشون داد. یه دفعه یه لیست بزرگی از توکن ها رو آورد و یه خروجی CSV به ما میده. اگر یک زمانی بابت این بذاریم که بیایم یه خورده بالا پایینش کنیم، نگاه کنیم به چه صورتیه، میتونیم به این نقطه برسیم که یه تعداد قابل یه تعداد مش... صرف یه چیزای مشترک بین همه این کیف پولها هست که توکن ها تو همه اینا هست. شاید به عنوان یک محل مناسبی برای سرمایه گذاری بشه از این توکن ها استفاده کرد، با این پیشفرض که اینها توی کیف پول پولدارها هم هست، تو سبد اینها هم هست. همونطوری که توی حالا مثالش چرا دارم میزنم، میخوام از این ابزارهایی که توی این دوره با هم آموزش دیدیم بتونیم استفاده کنیم. شما نگاه کنید، مثلا اگه تو بازار سرمایه فعال باشین، براتون جذابه که بدونید کدوم صندوق سرمایه گذاری یا کدام صندوق های سرمایه گذاری تو چه صنعتی دارن کار میکنن و اگر توی این صنعت دارن کار میکنن رو چه سهمایی هستن. قاعدتا شما به عنوان مخاطب عام بازار سرمایه نمیتونی به این راحتی دست پیدا کنی چه سهمایی رو داره میخره، مگر اینکه در کارگزاری مرتبطش باشی و خبردار باشی که بهش میگن اینساید نیوز و بر اساس قوانین اخلاقی اتیک بهش میگن اصطلاحا. در بازارهای مالی قاعدتا نباید شما بخری، ولی خب میدونیم که این اتفاق خیلی هم شاید نیفته، بعضی ها شاید رعایت نکنن، بعضی هم خیلی رعایت میکنن این مسئله رو. و خب اما همین داستانی که اینجا وجود داره، یعنی شما میتونی حداقل برسی تو چه صنایعی هست، بعد یه مدتی خودت هم دستت میاد دیگه، حجمای بالایی که خریده میشه توی صندوق ها اتفاق میفته دیگه، اونایی که مثلا لیدر اون صنعتا هم دارن میخرن. حالا همینو بردار کپی پیستش کن توی بازار کریپتو، میای کیف پول آدم های پولدار رو نگاه میکنی، 100 تا آدم اول رو نگاه میکنی، ازش سی اس وی میگیری، رو سی اس وی یه پیوت میزنی، بعد میرسی به اینکه چقدر آدم، چقدر کیف پول وجود داره که اومده مثلا روی توکن الف سرمایه گذاری کرده، روی توکن ب سرمایه گذاری کرده، روی جیم دال. این یه حداقلی رو به شما میده که برای 5%، نهایت 10% سبد سرمایه گذاریتون بتونی از این موقعیت استفاده بکنی. خب بریم سراغ آی سی او بنچ. اینطوری هم تونستیم آدم ها رو پیدا بکنیم، کی وای سی بکنیم، ساینین کنیم، رجیستر بکنیم، رو اون مواردی که توی وایت لیستش هستیم ما ایرانی ها میتونیم ازش استفاده ببریم. قبلا دوستان رفتن، من هی خب تو هر کلاسی هر جلسه یه عالمه سایت معرفی میکنیم و امیدواریم که دوستان برن بهش مراجعه کنن. رفتین نگاه بکنید اینجا هم که میدونید دیگه. بله بسیار هم عالی. ببینید یه اتفاقی میفته، شما من این دانشی که خدمت شما دارم منتقل میکنم بیشتر به خاطر فیدبکی که امروز گرفتم و برای من با ارزشه و فرد بسیار محترم و دوست داشتنی این مطالب من منتقل کرد دارم خدمتون میگم. ببینید مطالب باید رسوب کنه. رسوب کردن چه جوریه؟ من یه چیزی داشتم میگفتم توانا بود هر که تمرین کند. واقعیتش احتیاجه که تمرین بشه. من خودم هم اگه یه مطلبی رو دارم به شما میگم، اگر قبلش ندیده باشم یا اون لحظه حضور ذهن نداشته باشم یا به هر دلیلی، بعد دنبالش بگردم. لذا نیازه که شما با این مطالبی که من گفتم، این کلاس روز چهارشنبه شد تموم میشه و تازه شروع کار شماست. من پیشنهاد میکنم برید شروع کنید، یه بار دیگه ویدیوها رو ببینید. من تا الان فرصت اینو نداشتم که این ویدیوها رو آپلود کنم شما بتونید دانلودش بکنید، ولی قطعا این کار انجام خواهد شد. ویدیوها رو دانلود کنید، فایل های مرتبط هم مرتبط با هر کلاس رو، اون مثلا وایت پیپر بیت کوین، وایت پیپر ققنوس، وایت اون لیست مقایسه صرافی ها و چند تا مثلا عکس نشون دادم براتون در خصوص
نوسانات مثلا حالا دلار و طلا و بیت کوین و اینا رو که گذاشتم اونجا میتونید دانلود کنید. این نیم ساعت پیش این اتفاق افتاد قبل از کلاس. پیشنهاد میکنم یه بار دیگه با حوصله نگاه کنید، یه دفترچه یادداشتی بردارید. توی صفحه اینستاگرام یکی از کسانی که توی حالا این آموزش ها رو دیده بود یه دفترچه نوشته، کل نکات رو نوشته و حالا یه توصیه هم داشته به بقیه که اینجوری مثلا کار کنید. هر کی یه مدل رفتاری توی آموزش داره، من پیشنهاد میکنم حتما اینا رو نکته برداری کنید، وبسایت ها رو بنویسید، اتو فیوریت کنید، یه فولدر درست کنید فولدر کریپتوکارنسی، چون از اینجا به بعد با تعداد بسیار بسیار سایت زیادی سایت مواجه میشین که شایسته است که ازش به نحو احسن استفاده کنید و این طی زمان رسوب میکنه. عملا من یه فایل زیپ شده به شما دادم، در طی 8 جلسه شما باید برین آنزیپش بکنید و ازش استفاده کنید و با برگشت به ویدیوها و اینکه خب من همچنان در دسترس هستم، تلفن رو گذاشتم، آیدی مشخصه، صفحه اینستاگرام مشخصه، سوالاتتون رو بفرستین، تا جایی که بلد باشم حتما جواب شما رو خواهم داد. خب من برگردم به صفحه اسکرینمون اینجا، من ببینم فایل میتونم راحت تر آپلودش بکنم. سیزن 7 خب استیار هم با هم دیدیم، اینا توی همین سایت ها، تیپ سایت ها میتونید پیدا بکنید. اما یه نکته به وجود میاد، این که عرض شود که آی سی او ها با وینچر کپیتال ها یه چیزایی با هم دارن، یه مشترکاتی دارن. این مشترکات شامل چی میتونه باشه؟ ببینید یه جا با هم یه تفاوتهایی دارن، یه جا با هم یک مشترکاتی دارن. اولا که خب ونچر کپیتال معادل فارسی صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر، یا حالا آقای معاون فناوری اطلاعات رئیس جمهور سورنا صالحی، آقای سورنا صالحی یه اصطلاح خیلی خوبی پیشنهاد کردن، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه به جای مخاطره پذیر. ونچر کپیتال ها میان رو طرح ها منابع مالی میذارن و کمک میکنن اینها رشد بکنن. حالا تفاوتش با آی سی او چیه؟ ببین توی ونچر کپیتال ما خدمات متنوع میگیریم، یعنی میتونه تو حوزه بازاریابی بهتون کمک بکنه، بیا تو حوزه تولید کمک کنه، سرمایه گذارهای مختلف بیاره بر اساس عرض شود توانمندی فنی که دارن یا تجربه‌ای که توی بازارهای مختلف دارن کمک بکنن تا یه طرح و ایده به نقطه خیلی خوبی برسه و مشهور بشه و به قول معروف میگن زمانی یه طرح به انتها میرسه از نظر وینچر کپیتالی که بیاد آی پی او بشه، یعنی در بورس عرضه بشه. خب این اتفاق تو آی سی او نمیفته. شما رفتید تو سایت آی سی او بنچ، یه مثلا یه عدد قابل توجه 5 تا 10 تا بیت کوین هم دادی، 15 تا بیت کوین دادی، لیست شده و اونا هم بررسی کردن، یه امتیاز هم به شما دادن و حالا هر کسی بیاد بخره، یه ایمیل هم برای اعضاشون میزنن. اما دیگه خدمات بازاریابی و ایکس و ایگرگ و زد بهتون ارائه نمیشه. بحث تجارت بین مصرف کننده نهایی آی سی او و بی تو بی، بیزینس تو بیزینس، مربوط به ونچر کپیتاله. شما توی آی سی او میتونی با کانسیومر، یعنی کسی که استفاده کننده نهایی هست، وارد مذاکره شی، و کاستومر مثلا میتونی یکی از این شرکت های سرمایه گذاری باشی که بیاد توی آی سی شما شرکت بکنه. اما توی ونچر کپیتال نه، این داستان نیست، یعنی میاد بیشتر بی تو بی قضیه رو نگاه میکنه. توی ونچر کپیتال یه مقداری شما اطمینان بیشتری میتونید بهش بکنید به واسطه اون ونچر کپیتال. نقش همون کار صرافیه رو تو آی ای او بازی میکنه، میاد تر رو بررسی میکنه، امکان سنجیش رو مینویسه، ریسکای بازار رو مینویسه، آیندهش رو مینویسه، یه مقدار شسته رفته تر و قاعده منتره که فردا به اگر از نظر حقوقی یه شرکتی باز حساب رسکی میاد بررسی میکنه، آقا برای چی رفتی تو این سرمایه گذاری کردی؟ آقا مطابق این مستندی که از مثلا این ونچر کپیتال گرفتم و خودم هم ارزیابیش کردم. محدودیت تأمین مالی در ونچر کپیتال ها توی محدود جغرافی کشور هست، مثل همون آی پی اوه، ولی در صورتی که توی آی سی او به این صورت نیست، در سراسر دنیا انجام میشه
و وقتی که کسی توی ICO بره تو بلک لیست، بگن کلاهبرداره یا پروژهش با شکست مواجه شده، دخلش اومده تو این بازار، یعنی عملا بازار پرتش میکنه بیرون. اما توی ونچر کپیتال اینجوری نیست، شاید به هر دلیلی یه پروژه با شکست مواجه شه، یه مقداری عادلانه تر دارن با این موضوع رفتار میکنن و سرعت جذب منابع مالی و اجرای پروژه توی ونچر کپیتال مقدار بیشتر از آی سی او هست. پس برای سرمایه گذار اگر بخواد زودتر به نقطه تأمین مالیش برسه و استارت پروژه بزنه و همه چی رو فرض بکنیم که اوکی هست و هیچ داستان خدای نکرده کلاهبرداری یا ضعف در تیم فنی و عدم هماهنگی که منجر به شکست بشه وجود نداشته باشه، آی سی او جذاب تره. پس اینجا یواش یه مقاله براتون توی گروه تلگرامی گذاشتم که خودم کار کرده بودم، تأثیری که آی سی او، آی ای او و اس سی او میتونه بر بازارهای تأمین مالی از جمله بورس و بازار سرمایه و امثال ونچر کپیتال که به صورت او تی سی داره انجام میشه، اوور دی کانتر داره انجام میشه به وجود بیاد، اینه که آی سی او میتونن و این آی سی او، اس سی او، آی ای او میتونه فرایند کوتاه بکنه و تسهیل کنه تأمین مالی رو. در نتیجه شاید دیگه بعد از یه مدتی کمتر برن سراغ ونچر کپیتال ها. ببینید ونچر کپیتال سرویس بیشتری میده، ولی میتونه اون مارکتی که یه خط رشدی برای خودشون در نظر گرفته بودن، این خط رشد اینجوری میره بالا یا حالا با هر شیوی، این توی این نقطه دقیقا مثل ساتور میزنه وسط این نمودار و نمیذاره با همون نرخ ونچر کپیتال ها بتونن تأمین مالی انجام بدن، بلکه میاد سمت آی سی او. این چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته، فقط نظر بنده نیست، تو مقاله بهش اشاره کردم، عدد ارقام بازار سرمایه ایران هم گذاشتم. شما رو ونچر کپیتال میبینید که بازار ایده ای که تو بازار پایه فراگوس تشکیل شده بود چقدر تونسته موفق باشه. حتی این مقاله رو برای دوستان سازمان، برای دوستان فراپورس فرستادم، ولی خب به هر حال تاکیدم هم این بود که به این آی سی او جدی‌تر میشه نگاه که قوانین مقررات حاکم بر اون رو بذاریم در قالب اس پی، همون کاری که سکتوی امریکا داره انجام میده، ما اینجا انجام بدیم. پتانسیل خوبی برای تأمین مالی وجود داره که خب حالا شاید مقتضیات به نوعی بود که خیلی خیر نشد. بحث آی سی او هست و آی سی سی او، آی سی او یه ترکیب